سلام، زهرا سروش هستم، همراهتون با برنامه لایف. امروز صبح میخواستم برم بیرون دارو بخرم تو دارو خونه، بعد دیدم آشفته، حالمو به هم ریخته. بعد با خودم گفتم که اشکال نداره، حالا که باید ماسک بزنم، عینکم که باید بزنم، حالا فوقش موام هم کسی یه کلا میذارم، کسی هم که منو نمیشناسه. بعد رفتم تو دارو خونه، دیدم همه همینجورن، همه کج و موبگ آشفته، اصلا کسی به کسی نگاه نمیکنه. همه رفتن تو فروشگاه که یه چیزی بردارن فرار کنن برن. خلاصه ما با این برنامه لایف هر روز داریم میایم تو خونه شما که از درد دلای خودمون بگیم، از خودمون تعریف بکنیم و چیزی که برامون داره میگذره توی قرنطینه. امروز همراه دو تا عزیزی هستم که خانم دکتر پوژان زینی که هر روز همراهشون هستیم، برنامه خودشونه، پژوهشگر، نویسنده و روانشناس خوبمون که همیشه از خودشون اینقدر آسون میگم، اولا خیلی سختم بود از خودم بگم، ولی در کنار ایشون یاد گرفتم که آدم راحت باشه. هنرمند و بازیگر دیگری که امروز خیلی خوشحالم که باهاش همراه هستیم و یکی از خوشحالیام به خاطر همین خاصیتشه، خاصیتی که اولین باری که کنارش نشستم توی اتومبیل که با هم برنامه اجرا بکنیم، دیدم چقدر راحت داره حرف میزنه از خودش، چقدر از شخصیتش، از درد دلاش و خودشه. این خودش بودن من فکر میکنم یکی از فاکتورهای بوده که موفق شده نوید نگهبان عزیز، بازیگر و آرتیست و مؤسس و در حقیقت مدیر و صاحب رومانی آرتیست، درست میگم نوید جان، رومانی آرتیست سنتر اند استودیوز که حالا از زبان خودش بیشتر میشنویم و خوشحالم که همراه این دو تا عزیز هستیم امروز در برنامه. همراه ما باشید، جایی نری تا آخر برد. خانم دکتر، با سلام به همه شما عزیزان، خانم سروش، نوید نگهبان عزیز. دیروز من داشتم کار میکردم، یک دفعه یک دونه تکس گرفتم از جناب نگهبان راجع به یک پروژه خیلی خیلی عالی که دارن انجام میدن و یک دفعه ذوق زده شدم، همونجا هم جرأت کردم تکس رو فرستادم که میای تو برنامه ما، ما میخوایم ذوق کنیم با کارهای خوشمزه‌ای که شما میکنین و همم بدونن راجع به این کارهای خوشمزه‌ای که شما میکنین. و خلاصه جواب دادن که بله و میتونم بگم با تمام کارهایی که ایشون میکنن، تمام فیلمایی که دارن بازی میکنن در سراسر دنیا، یکی از خوبیایی که واقعا ایشون دارن که هر وقت که ما ازشون درخواست کردیم یا تکس فرستادیم همیشه پاسخ میدن. حالا بعضی موقع بله است، بعضی موقع نه، ولی این عملی که هر جایی که هستن دوستان خودشون رو حضور دارن براشون، یکی از واقعا شخصیت‌های عالیه ایشونه و خوشحالم که امروز با ما هستین نوید جان و منتظریم که بشنویم چه کارهای خوشمزه‌ای دارین میکنین با این رومانی استودیو. ممنونم ازم، سلام به جفتتون و به تمام بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. والا این سنتر یه فضایی هستش که دارم به وجود میارم برای هنرمندا که بتونن دور هم دیگه جمع شن و کار بکنن. یه فضای زندگی هستش که میتونن اونجا زندگی بکنن و استودیو سپیس دارم که این استودیو سپیس رو میتونن ازش استفاده بکنن. بعد یه فضا داریم برای آرتیست ها و هنرمند ها که میتونن اگه میخوان آخر هفته ها شو بذارن، شوشون رو بذارن. خیلی جای نقلی کوچولویه، ولی این یه چیزیه که من فکر میکنم به تمام آرتیست هایی که دارن شروع میکنن و حتی آرتیست هایی که پا گرفتن میتونن بیان اونجا و just hang out, help each other. گزارش هایی که من دیدم از کسایی که اونجا کار کردن خیلی راضی بودن و خوشحال بودن به خاطر اتمسفر همونجوری که گفتی خودمونی که به وجود آوردی برای همه اونها که این کار رو انجام بدن. بعد زیر یه پستات اون شعر فارسی معروف هممونو که خیلی دوستش داریم، بنی آدم اعضای یکدیگرن، بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش یک گوهرند، رو به فارسی نوشته بود. من وقتی دیدم خیلی خوشحال شدم. البته این تو وجودت همیشه هست، فقط برامون یکم درد دل کن از روزای قرنطینه که چی کار میکنی، فکرهای زد و نقیزی که سراغت میاد و کارهایی که میکنی. فکر زد و نقیز ندارم.
من راست شو بگم سرم خودم مشغول میکنم و این زمانی که دارم این زمان به من اجازه رو میده که بتونم به اون بچه های درونم و اون تصورات و رویاها و خیالاتی که دارم که بتونم به اینا زندگی بدم، جون بدم، چون وقت دارم که میتونم باهاشون بازی بکنم. و من فکر میکنم مشکلی که ما داریم اینه که ما همیشه دلمون میخواد که ما باشیم که داریم کنترل میکنیم، ما باشیم که داریم این مسیر رو، مسیر خودمون رو تعیین میکنیم، حالون که ما فقط چرخونیم و توی جاده و ما باید با تمام این بامپایی که توی جاده هستش، تمام دست اندازهایی که توی جاده هستش، با این دست اندازها کنار بیان، چون هر دست اندازی که هستش میره بالا باز دوباره میاد پایین. و مسئله اینه که شما دیدتون چی هستش و خیلی راحت میتونین فضای قشنگی رو واسه خودتون به وجود بیارین. استفاده کنین از این فضا، از این زمان استفاده بکنین و خودتون رو بشناسین و با خودتون واقعی تر باشین و تمام اون ماسکایی رو که تو صورتتون میذاشین و میرفتین با مردم برخورد میکردین، اون ماسکا رو از بین ببرین و بعد خود واقعیتون رو پیدا بکنین. زمان با ارزشیه. من خودم خیلی دارم ازش لذت میبرم. خانم دکتر، این صحبتی که میکنین خیلی درست میفرمایید که آدم ها توی یه شرایطی ممکنه که فرصت ندارن، مخصوصا کسی مثل شما که برنامه ها پشت سر هم داری فیلم بازی میکنی، بعضی موقع تو خونه خودت هم نیستی برای مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه و یه فرصتی رو داشتن که برگشتن و به خود نگاه کردن و اینه که چه احتیاجاتی هر کدوم ماها داریم که از درونمون در حقیقت بلند میشه، فرصت خیلی خیلی خوبیه. یکی از چیزایی رو که ولی مطمئنم برات اتفاق افتاده بود توی این که باعث شد اصلا بخوای همچین خونه ای رو درست بکنی برای آرتیستا، اینه که خب یه مسیر خیلی بالا پایینی هم رفته بودی و دلت میخواستش که این اتفاقی که برای خودت افتاده، اونجا دردی که کشیدی، زحمت‌هایی که کشیدی و یک گروهی بودن که بهت رسیدن یا زمان‌هایی که کسی نبود که بهت برسه، فرصتی رو به وجود بیاری برای یک گروه دیگه و به نظر میاد از اونجا بودش که این رومانی استودیو شروع شد. میشه یه مقدار راجع به اون صحبت بکنی و اینی که چه چیزیه که احتیاج داری از بقیه ماها یا دوست داری که بقیه ما هم در کنار این پروژه باشیم؟ ببین عزیزم، واقعا شما درست میگین. ببین این چیزی که من گفتم راجع به اثریه که این اوضاع قرنطینه روی ما گذاشته، ما راجع به اون داشتیم صحبت میکردیم. ولی اگه بخوام راجع به سنتر صحبت بکنم، راجع به این فضایی که من دارم درست میکنم، من همیشه یادم میاد مادر بزرگم گاهی اوقات یه مقدار سر به سرش میذاشتم و اذیتش میکردم، همیشه میامد میگفتش به من دیگران کاشتن ما میخوریم، ما میکاریم تا دیگران بخورن. و نظرش این بودش که کارهایی که تو داری الان میکنی، این کارا یه سیدی رو پلانت میکنه، داری یه تخمی رو میکاری که بعداً پس فردا اون وقت تو جوابگوشی، هر جوری که هر مسیری که تو داری میری بعداً پس فردا باید جوابشو بدی و این اثر میذاره روی جنریشن های بعدی. چیزی که واسه من مهم بودش این بود که موقعی که من آمدم اینجا، واقعا اونطور که باید، شاید اون حالا شاید نمیدونم فضای من گم بودم تو فضایی که باید میبودم نبودم، ولی اونطور که باید شاید من سپورتی نگرفتم و من شبایی بوده که تو ماشینم، صندلی عقب ماشینم خوابیدم، صبح پاشم رفتم جیم، دوش گرفتم، لباس تنم کردم، رفتم دنبال کار. و یادم میاد مثلا من تو گاهی تو من سان دیگو که بودم، گاهی مثلا ماشین من میبردم دم بی من ماشین رو پارک میکردم، بعد خودم هوا که خوب بودش میرفتم روی پارکای روی بنچای که توی پارک بودش، اونجا من میخوابیدم. و از اون طرفم پا میشدم میامدم، پادشاه خودم بودم و منم. و
ولی در تمام مسیر همیشه دلم میخواست، آرزوم این بود که یک فضایی میداشتم که میتونستم خودم باشم بدون که مردم در روی من قضاوت بکنن. معذرت میخوام اینجا هواپیما و اینا داره رد میشه. و بدون که مردم بدون هیچ گونه چجوری بگم prejudice که خودت باشی، بتونی خودت باشی و قبول باشی واسه اون چیزی که تو هستی. این فضایی رو که من دارم درست میکنم تو این فضا long term نمیتونن زندگی بکنن. زمانی که میتونن زندگی بکنن up to 6 months تا 6 ماه میتونن اونجا زندگی بکنن، از استودیو سپیس میتونن استفاده بکنن، از تمام فسیلیتی میتونن استفاده بکنن. یکی از قوانینش اینه که همه باید به هم دیگه کمک بکنن و هیچ کسی اون کسی دیگر نمیتونه جاج بکنه. و تا اونجایی که شما تحرک دارین شما میتونن اونجا باشین. ولی آب، حتی تمیزترین آب، حتی خوشمزه ترین آب، موقع که راکت بشینه شروع میکنه به بو دادن. واسه همین من نمیخوام که این آرتیست ها بیان اونجا و یه جای راحت پیدا بکنن و نشستن و هیچ کاری نمیکنن. ای کسی که میاد اونجا تولید نمیکنه حق استفاده از این فضا رو نداره. و این هنرمندایی که آمدن از اونجا استفاده کردن، عکاس آمده عکاسی کردن، فیلمبردار آمده فیلم برداری کردن، کارگردان آمده فیلم درست کرده، نقاش آمده اونجا نقاشی کرده، حتی زمانی که ما داشتیم این فضا رو درست میکردیم. و تمام این اشخاصی بودن که تنها چیزی که لازم داشتن یه مکان بوده که بهشون اجازه داده بشه که بتونن خلق بکنن، که بتونن به وجود بیارن اون چیزی که دلشون میخواد. این اون چیزی بوده که من نداشتم و حالا دلم میخواد بدم به دیگرون. نوید جان، میکردم بعضی تو موقعیت سخت قرار میگیرن، بعد حتی اگه پدرم بشن به بچهشون میگن که مگه من چه امکاناتی داشتم که تو میخوای داشته باشی، همونجوری که من صدم میکشتم تو هم باید بکشی. یعنی این برداشت رو میکنن از اذیتایی که تو زندگی میشن، ولی یکی مثل شما میاد برداشت دیگه‌ای میکنه از صدماتی که خورده و دردایی که کشیده، ازش موفقیت تولید میکنه و کمک رسانی میکنه به دیگران. اینو چجوری میتونی توضیحش بدی برامون؟ آره، من بد متوجه نشو، من کسی نمیتونه بیاد اونجا و they cannot slide through life. کسی که میاد اونجا باید کار بکنه. کسی که داره میاد اونجا همه چی بهش داده نمیشه، فقط تنها چیزی که واسهش وجود داره فضایه، این فضایه و که بتونه از اون خلاقیتش استفاده بکنه. من واقعا ببین، من توی پارک خوابیدم، زیر پل خوابیدم، هفته ها بوده که مثلا من فقط سیب زمینی داشتم، سیب زمینی خوردم یا از این سپم. میدونی سپم چیه؟ اوکی، یه کن سپم داشتم. این کن سپم رو من هر روز بازش میکردم و یه لایه نازک از این رو کات میکردم، همون رو من میداختم تو مایتابه سرخش میکردم و اون غذای روز من بوده. و من از خانواده میام که خیلی راحت بزرگ شدم، همه چی به من داده شده بود. و موقع که من رفتم بابام خدا بیامرز به من میگفت 6 ماه دووم نمیاری، برمیگردی تو. 30 خورده ساله، 35-36 ساله که من رفتم. چیزی که هستش اینه که ما قدرت ما درون خودمونه. من نمیخوام که شما ببین باید کار بکنی. ما دلیل نمیشه که ببین، من بعد متوجه نشم موقع که من میگم که یه مسیریه، ما تو این مسیر داریم میریم، شما چویس داری، شما انتخاب داری. هر مسیری رو که داری میری، هر قدمی رو که ور میداری، این قدم رو به جهتهای مختلف میتونی برداری. شما واسدادین اینجا، به شما گفته میشه یک قدم برداری،
خب این قدم رو اینوری ورداری یه اتفاق میفته، اینوری ورداری یه اتفاق میفته، اینوری ورداری یه اتفاق میفته. این چویس مال شماست. مسئله اینه که هر قدمی که ورداره این یه اتفاق دیگه میفته و اینه که باید باهش، اینه که باید قبولش بکنین. یعنی باید ریسپانسیبلیتی بردارین برای اعمال خودتون. تقصیر هیچ کسی نیستش که من اینجا هستم. من بودم که این کار کردم، من بودم که این تصمیم ها رو گرفتم، این منم. خیلی حرف زدم. خیلی هم عالیه. چیزی رو که من از صحبت داشتم میگه با اینی که یک فضای راحتی برای من وقتی که بچه بودم به وجود اومده بود، ولی یک هدفی داشتم که برای اون هدفم حاضر بودم خیلی خیلی زحمت بکشم. یعنی وقتی که اومدم امریکا و دیدم که اهدافم رو یک باید ببرم جلو، دیدم که هر کاری رو حاضرم بکنم، حتی اگر قرار بودش که روی کاناپه بخوابم، برای اینکه هر جوری اون سختیه دیگه برای من اون سختیشو نداشت وقتی که میتونستم اون هدف رو ببرم جلو. ولی با تمام این شرایط میدیدی که چجوری میشه که من این فضارم راحت بکنم شاید برای بقیه، چون اون چیزی رو که خودم نداشتم فقط هدفم بود میرفتم جلو. الان هم میشنوم میگی که آرتیست هایی که هدفمندن، آرتیست هایی که میخوان یه جایی رو برن، یه ویژنی جلوی چشمشون هست ولی کسی رو ندارن یا در شرایطی هستن که الان براشون مشکله، میشه که این رومانی هاوس بشه جایگاهی براشون که مثل استپینگ استون بیان و بلند شن. یعنی حواس و هوششون رو بذارن صادقانه پی اون کاری که میخوان بکنن و برن جلو و اون این فضا داره براشون به وجود میاد. و خودت هم میدونم که قبلا صحبت کردی که هر چیزی که داشتی، اینوستمنت هایی که داشتی، هر کاری وقتی کار کردی، زحمت کشیدی، فیلم درست کردی و بعد اینا رو هی اومدی گذاشتی توی این فضا، ولی دوست داری هم که بقیه کامیونیتی هم در این فضا کمک بکنن به آرتیست هایی که دارن، به کسانی که توی این مسیر میخوان برن، و به خاطر همین یه گوفاند درست کردی. ممکنه یه مقدار رو جلو صحبت بکنی؟ آره عزیزم، من این سنتر که شروع کردم تا حالا هر پولی که این تو اینوست شده این پولی بوده که من هر کاری که من کردم به جای اینکه پول بذارم تو سیوینگم یا مثلا اوکی بکام فنسی، من این پول رو برداشتم و گذاشتم تو این سنتر. و طوری که برنامه ریخته شده بود، ببین این بامپاییه که من میگم تو جاده به وجود میاد، طوری که این مسیر من پلان شده بود، من میدونستم که کارایی که من دارم میتونه خرج این فضا رو بده که من بتونم این فضا رو تمومش بکنم. متاسفانه الان به خاطر اتفاقایی که افتاده تمام کارایی که من داشتم، تمام کارام کنسل شده. خب این سنتر که نمیتونه واسطه، این سنتر باید تموم بشه. و واسه همین دلیل بود که من reached out و یه چند تا از دوستای من به من گفتن چرا یه گوفاندمی درست نمی‌کنی؟ کمپین به مردم بگو داری تو چیکار می‌کنی؟ تو خود تنهایی داری این کارو می‌کنی؟ شیر کن به مردم، بگو شاید دلشون بخواد بیان کمک بکنن. الان مثلا یک خبر خوبی که من گرفتم امروز اینه که بعد از اینکه ما یه دونه توی یکی از مجلات راجع به این سنتر نوشتن، یک ارگانیزیشن که اسم ارگانیزیشن از انجلیکا and what the organization، این کاری که ارگانیزیشن میکنه اینه که با آرتیست ها کار میکنه و یک نان پروفیت ارگانیزیشن هستش. امروز صبح قبل از اینکه من با شما صحبت بکنم، امروز صبح من به من خبر دادن که این ارگانیزیشن قبول کرده که این سنتر ببره زیر امبرالای خودش و ما رو اسپانسرمون بکنه. یعنی الان ما میتونیم به عنوان نان پروفیت پول جمع بکنیم که این همش تکس دیدکتبل واسه تمام کسایی که دارن میخوان کمک بکنن. و این رو من قرار کاغذاش امضا بکنم و بعد من ناونسش میکنم حتی روی گوفاندمی و پست میکنم بیرون. چیزی که هستش، ببین من که چیز نمیبرم از اینجا با خودم، لختم آدم لختم میرم. و واسه من واقعا چیزی که هستش اینه که من احتیاج ندارم. الان شما نگاه بکنی، شما فکر میکنین که من مثلا اوکی he was the star of Aladdin or star of Legion، هنرپیشه معروف هالیوود این بر اون بر اینا. خیلی راحت بهتون میگم
من یه آپارتمان یه اتاق خواب است و جایی که میخوابم، من تمام وقت روی مبلم میخوابم، کامپیوترم جلومه، کارم میکنم، پتو و متکامم رول شده این گوشه، هر موقع هم خسته میشم میگیرم میخوام. اتاق خوابم هستش اونجا، هر موقع دوستی آشنایی کسی رو دارم میاد تو شهر و جا واسه موندن میخوان، اونا از اتاق خواب استفاده میکنن، من اصلا نمیتونم رو اون تخت بخوابم. و واسه من این مادیات ارزش نداره، میفهمیم؟ واسه من یه چیزیه که چرکین استفاده دارم میکنم ازش، بعد متوجه نشو. من I love clothing، من عاشق لباسم، کار دیزاین میکردم، کار فشن میکردم، لباس میدوختم، کارهای لباس میکردم. من پارچه کچلواری که مثلا من میخرم یکی از گرونترین چیزهایی که من تو زندگی میخرم. ماشینی که دارم سوار میشم یه دونه ماشین پیکاپ تراکه که مال سال 2000، من با اون همه جا میرم، خیلی هم دوستش دارم، یه تویوتایه. ولی مثلا پارچه‌ای که به بدنم میخوره، پارچه‌ای که من لمس میکنم، این پارچه رو من دنبالش میگردم و او این has to be specific. اون لذت منه، بقیه میاد میره، من که نه، من که با خودم نمیبرم. تازه لباسام هم باور نمیکنی، گاهی اوقات من زنگ میزنم به تمام رفقام، هر مثلا 5-6 ماه یه بار زنگ میزنم به رفقام، یه دونه مهمونی دارم اینجا، همه میان اینجا، کلازیت رو باز میکنم، همه میرن اون تو، کلازیت رو خالی میکنن میرن بیرون، من فقط من میمونم، همین پیرن لیم و شلوار لیم. I'm happy. آدرس رو بده به ما هم دفعه دیگه که بیایم اونجا، اگه لباسای پیرنی چیزی برگه بودیم. اونجوری که حالا مدت هاست خانم دکتر با شما آشنا هستن، من خودم آشنا هستم و رفتارتو میبینم، من فکر میکنم سخاوتی که تو وجودت داری، حتی وقتی با افراد بیرون میرن توی رستوران این ور اون ور، سخاوتی که داری اون ثروتته. حالا نه اینکه بخوام جلوی دوربین بگم، ولی منش و رفتاری داری که همه دوستت دارن و همونطور که خانم دکترم فرمودن بی جواب نمیذاری افراد رو، یعنی هر کسی حتی تلفنی بزنه که منفی هم جوابت باشه، همجوری که ایشون گفتن پاسخگو هستی، هم برای تکسا هم برای تلفنا، و ارزش قائلی برای انسانیت. و میدونم که اهل مدیتیشن هستی، چون قبل از اینکه برنامه هات شروع بشه تو همه برامون میگفتی که میرم مدیتیت میکنم، آرامش میگیرم و این کارها رو میکنم. اینا خیلی ارزشمنده، برای همینه که دوستت دارن، همه ما دوستت داریم و خیلی خوشحالیم از حضور وجودت در بین خودمون. طبق صحبتی که شما میکنید خانم سروش، اولا من خوششانسم که از طریق شما خانم سروش رو به نگهبان رو باشون آشنا شدم، و همین سخاوتی که میگیم فقط مسئله مادیات نیست، یعنی من دقیقا میدونم که ما یه پروژه رو داشتیم انجام میدادیم که با این که خیلی سرشون شلوغ بود، اومدن نشستن رفتیم رستوران، کلی از ایده هاشون، کلی از wisdom، خردی که داشتن که تو این کارها داشتن به کار می‌بردن رو در اختیار ما گذاشتن. یعنی سخاوت در همه ابعاد خودش رو نشون میده و میدونم امروز هم قرار دارن و ولی با این حال این فرصت رو به ما دادن که کوتاه این صحبت رو با هم دیگه انجام بدیم. وقتمون هم تموم شده، میدونم که نوید جان شما باید برین، وقتتون الان اپوینتمنت دارین که باید اونجا میبودین. فقط قبل از اینکه کامل بکنیم صحبتمون رو، اگر که آدرسی هست، میدونم که اون ویدیو رو دادی که الان عزیزان خواهند دید، ولی آیا جای به خصوصی هستش که خودت میخوای که عزیزان برن و صحبت آخری که میخوای راجع به این مسئله بکنی چی هست؟ نه، خیلی ممنون. اون گوفاندمی کمپینی که درست کردم روی اون تمام اطلاعات هستش. بعد ما اگه اون ویدیو رو شما نگاه بکنین، آخر ویدیو ما یه دونه ایمیل آدرس داریم که از طریق اون ایمیل آدرس اگه کسی میخواد تماس بگیره میتونه واسه ما ایمیل بفرسته و ما باهاش تماس میگیریم. چیزی که هستش، من احتیاج به چیزایی که ما احتیاج داریم فقط پول نیستش. چیزی که ما احتیاج داریم اگه کسی مثلا تو کار کانستراکشن هستش، یا اگه کسی مثلا
لوازم ساختمونی میفروشه، یا کسی مثلا رنگ و هاردوود فلور و اینجور چیزا دارن، اگر اینجور چیزا رو دارن یا وقت دارن میخوان بیان کمک بکنن سر ساختمون، خیلی خوشحال میشم اگه واسه من یه دونه ایمیل بدن، اون ایمیل رو شما میتونید پست بکنید که همه داشته باشن، تماس بگیرین، بیاین در خدمتتونم، خوشحال میشم با هم دیگه کار میکنم. من خودم هم هر روز اونجا دارم کار میکنم، اگه توی اینستاگرام من برین میبینین که من خودم هر روز اونجا سر کارم. ممنون، متشکرم از همتون، مرسی. خوشحالیم از این موضوع و حتما به دوستان میگیم و آدرسی که فرمودی حتما زیر صفحه هست، عزیزان یادداشت میکنن و میان به سراغ هم اینستاگرام، هم مسیری که گفتی و راهی که گفتی. خیلی ممنون از حضورت خانم دکتر، متشکرم، خیلی ممنون، خدا نگهدار. Thank you.